خیلی خوش اومدید. من اومدم یه بار مثل شما با دوست دخترم بیام کافه پلن بی که خونمون خالی شد و رفتیم پلن ای رو اجرا کردیم. البته دوست دختر خودم توی کافه کار میکنه، اسمشو همش یادم میره ولی خب اسم کافهشو میدونم چیه. بعد من باش کات کردم، من خیلی رابطه‌ام سریع تموم میشه، نه که امیر بازی بخوام در بیارم، نه کلن بد شانسم. مثلا یه دوست دختر داشتم اسمش گندم بود، بعد برای تولدش یه دونه پلاک خریدم که اول اسمشو فارسی روش نوشته بود، خیلی خوشحال شد. ولی موقع رفتن به این پسش داد، گفت ببین این پلاک واسه ماشینای گذر موقته، به درد من نمیخوره. نفر بعدی که باش دوست شدم شبنم بود، ولی تو روز نم پس نمیداد. خیلی دختر خوبی بود. بعد منو لولمو خیلی میبرد بالا، شخصیتمو، موقعیت کاریمو همش میبرد بالا. یعنی من اگه اینجا بودم پیش غریبه‌ها منو میبرد اینجا. یادم یه سری داشتیم با هم تلفنی صحبت میکردیم، یهو از اون ور خط یکی پرسید با کی داری صحبت میکنی؟ گویی چی عزیزم، مدیر ساختمونه. در صورتی که من اصلا مدیر ساختمون نیستم، ما اصلا خونم کلنگیه. بعد بهش گفتم تو کجایی؟ گفت کردانم. بعد یو یه صدای پسر اومد، منم خیلی تیزم، گفتم کی بود اون؟ گفت هیچی عزیزم، صدای تلویزیونه. که چند دقیقه بعد صدای تلویزیونه، گفت عزیزم یه پیک آخر رو بزنیم، کلی کار داریم. بعد منم چون اونجا که بچه تیزی هستم فهمیدم این داره ماهواره میبینم، یعنی تلویزیون پیک. بعد اصلا کی میره کردان تلویزیون نگاه میکنه؟ ببین کاربرد تلویزیون توی کردان مثل سینه آقایونه، هستا ولی کسی کاریش نداره. بعد از اونجایی هم که من خیلی پسر ساده ای هستم، خدا خیلی منو دوست داره. چون وقتی تلفن رو قطع کردم، فرشته سمت راستم گفت این دختر به درد تو نمیخوره. ندا که سمت چپم بود گفت فرشته راست میگه، شبمون علیکی خراب نکنی. که یهو شیطون هم گفت راست میگه دیگه، اگه حرکتی نمیزنی دو نفر دیگه منتظر منن. همونجا بود که من به ندای درونم گوش دادم و با ندای بیرونیم دوست شدم. بعد ندا تو رابطه خیلی درس بلدن، مخصوصا اونایی که پرسینگ دارن، اونا امیر دختران. یه سری رفته بودم پمپ بنزین بنزین بزنم، بعد 100,000 تومان شد. دست کردم تو جیبم، یهو دیدم کارتمو اشتباهی آوردم، یه کارت خالی آورده بودم، 10 تومانم بیشتر نقد نداشتم. به ندا پیام دادم عزیزم من یه جه گیرم، میتونی 90 بفرستی؟ گفت آره اتفاقا الان داشتم میرفتم همون. که من یه 90م اون چیزی که فرستاده بود و نشون پمپ بنزینی دادم، گفت داداش حلالت باشه، تو هر موقع خواستی بیا رایگان بزن. حالا جالبیش اینه من 90 رو با عدد نوشته بودم. دختر خوبی بودا، ولی میدونی من چی میسوزم؟ نه خیلی دختر خوبی بود، اینو فقط مهدی میفهمه. خیلی دختر خوبی بود، فقط یه بدی که داشت، دوست پسر زیاد داشت. مثلا استوری میذاش با داداشم اومدم کافه، مثلا لایو میگرفت داداشم منو آورده شمال، یه سری پست گذاشت بالاخره داداشم منو برد محضر و عقد کرد. من آخرین باری که همچین چیزی رو دیدم تو فیلم گیم آف ترونز بود. بعد یزید اون دیگه داداش ادیس، اون شوهرته. یعنی اون شب تنها شبیه که جز خودت و دوست صمیمیت همه میدونن که قراره بری با کی کجا چه غلطی بکنی. بالاخره دیگه ازدواج کرد و منم دیگه کاری به کارش نداشتم. بعد یه جمله کلیشه‌ای هم هست که یه سری آقایون میگن که خط قرمز ما خانمای شوهردار. نه گو میخورن، نه همیشه زیر چیزای مهم خط قرمز میکشن. ولی من نه، واقعا بیخیالش شده بودم تا اینکه بعد چند وقت متوجه شدم طلاق گرفته. حالا چجوری متوجه شدم؟ دیدم آرایشگاه زده، کویک مشکی خریده، پلاک ایران 50، آیفون 13 روزگولد 256 خریده. ببین شما هر کجای دنیا این پکیج رو دیدی طلاق گرفته، خب مهریه هم بدون قسطنی گرفته تا آخرش.
بعد یه ذره رفتم تحقیق کردم دیدم نه واقعا این اصلا شغلش همینه، معروف بود به ندا تلکه. بعد یه مدت که آبا از آسیاب افتاد، حلقه و چشم و نظر که از بیو افتاد، یهو به من پیام داد میخواستم با ماشینم برم بیرون یه فر بخورم، یهو یاد تو افتادم. گفتم عزیزم من موامو صاف کردم، برو یه فر دیگر رو بخور. بعدم میاد این دخترای تو مخ اینا، اینجور دخترا میرن تو مخ من و من واسه من ملاک من واسه یه رابطه این آرامش است. خب سایلنتش کن سالارش. ملاک من خب دخترایی هن که آرامش بهم میدن، گوش میدی؟ بعد کجا بودم؟ تصمیم گرفتم برم سراغ شوگر. شوگر رو میگن اصلا رو مخ نمیرن، اون میدونه واسه چی تو رو میخواد، تو میدونی واسه چی اون رو میخوای. رفتم سراغ شوگر، با یه شوگره دوست شدم. ببین این خیلی خوب بود، همه چی تموم بود، یعنی پولدار بود، خوشگل بود، خوشیکل بود، فقط تنها مشکلی که داشت این پیرمرد تو مخی تر از دختران. که اونجا خودش گفت ببین پسرم من و تو تو یه سایدیم، خب تو باید بری سراغ شوگر مامی. دیدم راست میگه، لباسمو پوشیدم اومدم بیرون. اولین رابطه‌ام با شوگر مامی خیلی خوب بود. ما هفته‌ای یه بار همدیگه رو می‌دیدیم. بعد جفتمون از این قضیه ناراحت بودیم که دیر به دیر داریم همدیگه رو می‌بینیم. ولی روزایی که همدیگه رو می‌دیدیم هر ستامون خوشحال بودیم. هم من، هم اون، هم مسئول آسایشگاه بانوان خانه سالمندان. بعد دوستان منو توجیه کردن، گفتن ببین شوگر مامی جدا از این که پیر باشه باید آپشن‌های دیگه‌ای هم داشته باشه. که اونجا با یه شوگر مامی بعدی دوست شدم، این خیلی اصرار داشت میگه منو با میم مالکیت صدا کن. بعد از اونجایی که خیلی هات بود من هاتم صداش میکردم، ولی خب خیلی زود باش کات کردم چون من ضعیف بودم و کمجون، اون یه آلزایمری مرموز. ببین این که میگم مرموز، یعنی مثلا ما یه کاری رو اگه 20 بار انجام میدادیم میگفت رضا میشه مثل بار 14 هم انجام بدی؟ خب تو یادته. شوگر مامیه، شوگر کنه مامیه، بعدی مامی هم کنه. ببین یه حاج خانومی بود باش دوست شدم، اسمش نفیسه خانوم بود. ببین روپا بودا، ولی خب اخلاق و رفتارش خیلی پیری میزد. خب چجوری بگم، مثلا خط 932 تالیا داشت، گوشیش سونی اریکسون، این شارژر پهناها قاب کتابیا. بعد عینا بود که همش با انگوش وسطیش کار میکنه، تا اینکه من باش دوست شدم و کارهای موبایلیشو من انجام دادم، زهرشو گرفتم. چی؟ سایت های همسریابی. تو هم اگزرنگ باشی یه دون خوب پیشو پیدا میکنی. چیو؟ ببین این تیکه رو. بعد حس میکنم الان تصویری که به شما دادم کامل نبود، بذار یه تصویر سازی کنم نفیس خانمو خوب بشناسی. ببین هیکلش مثل کی بگم؟ هیکلش مثل سحر دختر ناز مستی بود، مدل موهاش فتانه ای، بعد این عینک باریک مستطیلی ها میزد که دور شیشش فریم نداره، بعد کددامن کله قاضی میپوشید با جوراب پارازیان مشکی کفه‌دار که همیشه پای چپش یه لاین باریک نخکش شده بود، بعد همیشه شست پاشم اینا بود که استخونش از بغل زده بود بیرون. چی؟ بالاخره دیگه نفیسه خانومه دیگه. بعد مردم شانس دارن مثلا شویراشون واسه شون آیفون ایکس میگیره، من واسه این هر شب پومود ویکس میزدم. بعد مطمئنم اگه میومد کافه مثلا پلن بی عاشق استنداپ های تیپ سازی میشد اون. خیلی اخلاق و رفتارش بال بود. بعد من اوایل نمیدونستم چجوری اصلا با شوگر باید چت کنم، چجوری صحبت کنم. مثلا من با همسن و سالای خودم همیشه دوست بودم و اونا رو معمولا جوجو، طول سگ، تخم سگ یا همه اینا یادم میرفت اسمشو صدا میزدم.
ولی با اینی که صحبت میکردم حس میکردم دارم دم تالار با زنموم صحبت میکنم. مثلا میگفت خوبی شما، میگفتم الهی شوی قابل عرض. مثلا شما خوبی، کوچولو خوبه، گفت خدا رو شکر سلام داره. گفت کوچولو شما چطوره؟ گفتم خوبه ولی سلام نمیتونه برسونه. یه شب که با هم صمیمی‌تر شدیم یهو به من گفتش که میشه لباسای حاجی رو بپوشی؟ همون حاجی همون شوهرش بود که سقط شده بود ما گیر این کثافت افتادیم. گفتم نفیسه خانم بی خیال. گفت نه بپوش. گفتم باشه. رفتم سراغ کمد لباساش، فقط نمیدونم چرا لباسای حاجی این شکلی بود. مثلا یه تو گردنی چرم داشت اینجوری تیز تیزی، زنجیر بهش بود، بعد یهو چشمندم اومدم بزنم دیدم نفیسه خانم داره با شلاق اینجوری میاد. گفتم بابا خودت گفتی من بدون اجازه شما کاری نکردم که. اون شب به خیر گذشت، البته برای نفیسه خانم. بعد یه روزم بهم پیام داد گفتش که کجایی؟ گفتم سر کارم. گفت بالاخره دولت افزایش پیدا کرد با یه ایموجی خنده. گفتم اونو که معمولا سر سال یه بار دیگه پیامش خوندم، گفتم ببین یه سری چیزا خدادادیه. بعد شوگر ما میداشتن، خب یه سری مشکلات دیگه ای هم داره که مثلا این یو با ماشین میاد تو محل دنبالش، بعد ماشینش رو نگفته ال 90 داشته. خیلی عجیب بود اصلا که یه برای حاجیه بود آره. که یهو آره اتفاقا روکش صندلیش هم چرم بود، حاجی چرم دوست داشت اصلا. که یهو رفیقم گفتش که رضا این پیریه داغونه اومده بود با تو کار داشت. گفتم ببین درست صحبت کنه تو نه شما. بعدش هم اون پیری که داری میگی سمکش از ایپاد تو گرونتره. الان هم یه کمک بده این توالت فرنگی رو واسه تولدش گرفتم کمرم درد بکنه. که گفت کمرت واسه چی درد میکنه؟ گفتم حاتمو به تو نگفتم؟ گفت آها حله حله. بعد شوگر مامی داشتم میگم مشکلات خودشو داره، یکی از مشکلاتش همین بود که مثلا میومد تو محل دنبال تو اینا. و یه چیزی هم حالا بگم، یه سری چیزا هست، یه سری شغلا رو دیدید میگن مثلا پولش خوبه اسمش بده. شوگر مامی هم همین جوریه، پولش خوبه جسمش بده. و در آخر امیدوارم که همیشه تو زندگیتون جیبتون پر از پول باشه که به خاطر پول خیلی کارا رو نکنید. چون مثلا من یادم یه سری داشتم پولامو میشمردم، یه دونه پول پیدا کردم که روش نوشته بود امروز روز خیلی بدی داشتم و به خاطر پول تصمیم گرفتم تنفروشی کنم. خیلی ناراحت شدم، خیلی غصه خوردم از اینکه هر شب این متن رو باید روی پولام مینوشتم. به افتخار خودتون.